گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در تازه ترین گزارش از وضعیت افغانستان گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی افرادگرایی را ترویج می کند. ریچارد بنت که روز گذشته گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد افزود که تقویت آموزش دینی و مدرسه خطر تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی را افزایش می‌دهد. در این گزارش سیاست‌ها و اقدامات سرکوبگرانه طالبان، بحران انسانی و اقتصادی مداوم، زلزله‌های مرگبار اخیر به عنوان عوامل وخامت وضعیت حقوق بشری گفته شده است. وی افزود با نگاه اجمالی به وضعیت حقوق بشری، بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی و زبانی، مقامات دولتی سابق و نیروهای نظامی و امنیتی تصویری تیره به دست می‌آید. آقای بنت گفته شکنجه و رفتار غیرانسانی در بازداشتگاه‌ها، نقض حقوق بشر مقام‌های دولتی پیشین و نیروهای نظامی به رغم وعده‌هایی که داده شده است وجود دارد. این مقام سازمان ملل همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران را نمونه ای از فروپاشی فضای مدنی در افغانستان دانسته است. وی با اشاره به زمین لرزه های اخیر در استان هرات و پیامدهای گسترده آن خواهان کمک های لازم از سوی جامعه جهانی شده است. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. با درود و سلام خدمت شما و همکاران محترمتان و همچنان خدمت بینندگان محترم این رسانه خبری، من در خدمت هستم. بفرمایید. بله. با توجه به گزارش تازه سازمان ملل، چه دلایلی وجود دارد که گروه طالبان به افزایش مدارس جهادی و تغییر نظام آموزشی تمرکز کرده است؟ حقیقت امریه که طالبان به دنبال ایجاد یک تغییر بنیادی در نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان هستند و طالبان در حقیقت تلاش میکنه و جامعه دلخواه آرمانی خودشان را بسازند در افغانستان و ساختن قسم جامعه مسیرش فقط از طریق نظام آموزشی کشور مگذره. من فکر میکنم که طالبان با تغییر نظام آموزشی در افغانستان میخواهد که اندیشه های رادیکالیزم خود را به صورت اساسی و بنیادی از این طریق در جامعه نهادینه بسازه و طالبان تلاش میکنه که از طریق گسترش مدارس جهادی در افغانستان نسلهای اکنون و آینده مملکت ما را همانند خودشان تروریست و برحم تربیت کنند و اونا در حقیقت به دنبال یکسانسازی جامعه هستند. و از جانب دیگر اسلامگرایان سیاسی به طور معمول احزاب بنیادگرای چون طالبان به دنبال ایجاد یک حکومت مقتدر اسلامی جهان گستر است که نوعیت نظام سیاسی آنها میتونه امپراتوری باشه یا یکی خلافت اسلامی باشه و یا امارت طالبانی. برای تحقق بخشیدن این آرمان های خیالیشان، سوق دادن جامعه به سوی خشونتگرایی و سوی استفاده از وضعیت مطلوبی که ایجاد خواهند کرد می باشد و در حقیقت می توانیم بگویم که طالبان به دنبال ایجاد یک جامعه گوسفندی در افغانستان هستند که هر وقت بخواهند اراده کنند توانی بسیج مردم را در اقصا نقاط از کشور و حتی جهان داشته باشند. بله. جناب سروری، چرا جامعه جهانی و به ویژه سازمان ملل و شورای امنیت هیچ گونه اقدام عملی در برابر اقدامات طالبان انجام نمی دهند؟ متاسفانه این مسئله بسیار نگران کننده است. با وجود ای که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به خوبی می دانند که افغانستان تبدیل به مرکز پخش و شایع تروریسم در جهان شده است، با وجود از او متاسفانه هیچ گونه اقدامات لازم و بازدارنده را اینا در دستور عمل در دستور
در دستور عملشان قرار ندادند و برعکس متوجه میشیم که دولت ایالات متحده آمریکا به صورت هفته وار بیش از 40 میلیون دلار که از مال که از پول مالیات دهندگان آمریکایی جمع میشود در اختیار طالبان قرار میدهد. این بسیار جای تاسف است. بله، برای بینندگان ما بفرمایید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان چشمانداز آینده این کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ مسلم است که وجود حکومت آپارتایدی تک حزبی و تک قومی طالبان برای مردم افغانستان غیر قابل تحمله و همینطور برای جهانیان هم غیر قابل قبول می باشه و تا حال شاهد هستیم که هیچ کشوری از کشورهای جهان حکومتی نامشروع و غاصب طالبانی را به رسمیت نشناخته است. هر حکومتی که حمایت مردم را با خود نداشته باشد او حکومت سرنوشتش محکوم به زوال و نابودی و ما شخصا بر این باور هستیم که حکومت طالبا زیاد دوام نخواهد آورد و آنچه که برای من مایه امیدواری ایه که مردم افغانستان همواره در قبال سرنوشتشان حساس بوده و بی تفاوت نبودند و مخصوصا در این اواخر ما شاهد ایجاد تشکل‌های سیاسی فراوان و فعال و احزاب‌های سیاسی جدید و مدرن در عرصه نظام در عرصه سیاسی افغانستان هستیم و اینا تلاش میکنند که در با برقراری ارتباط با جامعه جهانی را متقاعد بسازند که موجودیت یک حکومت بنیادگرای همانند طالبان در افغانستان نه تنها برای مردم افغانستان عذاب دهنده است بلکه این رژیم به عنوان صادر کننده تروریسم در جهان آینده صلح و امنیت جهان نیز در مخاطره قرار خواهد داد.